بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساؤوا ظنهم فينا، فهلا أحسنوا الظن؟ فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. یک طرف قوت ایمانتان را بلند ببرید، از طرف دیگر زیربنای اقتصادتان را قوی بکنید. و ما تقدموا لأنفسكم، و آنچه که پیش فرستاده برای خودتان، با قبرتان، با واپسین روزتان، من خیر از هر نیکی تجیدوه، خام خامی یابید آن را عند الله نزد خداوند متعال. و ما تقدموا لأنفسكم، حد اقل نصیحت، و ما تقدموا لأنفسكم تعاون به دست، و ما تقدموا لأنفسكم از عمل خیر، از انفاق در راه خدا، تجیدوه خام خود را میابید عند الله نزد خداوند متعال. الله او را بیعاطل نمیماند. از این خاطر است که یک چیزی که اعضا ما شما او را فکر میکنیم در قاموس دین ما سخت جای دارد، ولی در عمل مسلمان ما را نمیبینیم. با تأسف تو فکر میکنیم که کل کار دیگر را به ما بکنند. این تنبلی است و این نشناخت دین است. اسلام بر نگفته که کل کار را بر حکومت بکند. بلدنگا را جور میکنیم، به این کوشا شما ببینین خانه های جور میشه 2,000,000 دلار، 1,000,000 دلار. همه قنه میکنه که 5,000-5,000 افغانی را یک جای بکنند، سرکای خودشون عقیر بکنند. ایرا انتظار میشینن در این گل، در این بدبویی، در این گندگی، تا که شارواله باید برش جور بکنه. و این رقم تنبل مردم یک حکومتی که فقط برش بگه بساز، نسازی دیگه نمیمانمت که از کجا بیرون بره. اما تو امدان دروازش عسکر برش پایین بکنی، در ظرف یک هفته سرکت قیر میفهم. خلاص که چی رقم قیرش میکنی من نمیفهم. قیرش باید بکنی، اما تو سرش بکنی. بعد از خود به خود از این امراض ما خلاص میشه. ما به اینجا انتظار میکشیم که دیگه کس جوچه ما را بکنه، دیگه کس باید بر ما قیرش بکنه، دیگه کس باید بیا کثافتهای ما را بیرون بندازه. و حتی این بدبختی است که طفل خلطه را دستش میده، بازی را در مابین سرک مندازه، حداقل او را در مابین جایی که برش تا اینجا موجه هم نمندازه. ببینی این کلش بدبختی است. آیا تو مسلمان چی میکنی؟ حداقل وقت تا برش بده. یک جماعت جور بکن در مسجد جوانا، نظافت شهرتان را درست بکنید. یک جماعت جور بکنن بچه های ولگرد و بیتربیه و احمقی که می رود او طرف او طرف و دخترهای مسلمان ها ای طرف او طرف میکنه و جامعه ما را بی ادب معرفی میکنه. بسیار به انسانت برش بکن که تو مسلمان هستی، تو افغان هستی، تو از خود خواهر داری، مادر داری، خوب برش تعلیم بده. دیگه ای کار نکوی، کار خوب نیست. بسیار به اخلاق نیکو. یک دفعه که گفتی شیلایش بده، دوم دفعه خوب پخته زدن برش بده که دیگه در رای کار نکنه. اگه این کارم خیر کنه تجیدوه عند الله، پیش خدا میابید. بنان در امن کشورتان، در عزت کشورتان و من حیث یک مسلمان عمل بکنن. همیشه پول ضرورت نیست که شما پول بدین. اگه اون کارا به بازویتان بکنید، اگه اون کارا به زبانتان بکنید، اگه اون کارا به عملتان بکنه، این جامعه به طرف خوبی انشاءالله به پیش می رود. از این خاطر الله میگه و ما تقدمو لانفسکم من خیر، این نکره است. هر آنچه که پیش بفرستید برای خودتان از نیکی، در اقوال، در افعال، در مادیاتان، تجیدوه خامخا میابد ثواب از او را، مزد از او را، اجر از او را عند الله نزد خداوند متعال. ان الله بما تعملون بصير، الله جل به هر آنچه که شما میکنید با او بینا هست. و قالوا، گفتند یهود و اهل کتاب، لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. تکه‌دارای جنت هستند. تکه‌دارای جنت یا بگه از ماست، همه چیز از ماست.
در مسلمانان بازی مردم تیکدار هستند. صحیح شد نه تیکدار را میفهم. قرار اگر خو کنن دیگر را باید باید پایش را ببوسه صاحب. سجده برش بکنه. این تیکدار خرافی این دینی را قبول نمی کند. در دینی رقم تیکداری نیست. یهود گفتن و قالو گفتن لن یدخل الجنه. هرگز داخل نشود به جنت الا من کان هودن او نصارا. مگر کسی که یا یهودی باشه یا نصرانی باشد. یهودا گفتن که تا که یهود نباشی جنت نمیبینی، نصرانی تا که نصرانی نباشی جنت نمیبینی. یه هر کدامشی را گفتن. تلک امانیهم، ای ارزوهای احمقانهشان است. تلک امانیهم، این ارزوهایشان است که میخواین خدا خوش بکن. قل بگو ای پیغمبر هات و برهانکم، بیارید دلیلتان را، دلیلتان را بیارید. ان کنتم صادقین، اگر راستگو هستید. اما از نظر عقل، اما از نظر شرع رد عقیده نارواش میکند. بلا آری یقینا، من اسلم وجهه لله، هر که منقاد گرداند روی خود را لله، مر الله جل جلاله را، فقط به الله منقاد شود. و هو محسن، و او نیکوکارم باشد. بخش اولش عقیده خوب داشته باشد، با خدا شرک نبیارد. بحث دومشی که در اعمال نیکو باشد. فله اجره عند ربه، پس مر او را است پاداش نزد پروردگارش. هر که در عقیده خوب باشد، میشه کسی بگه عزیر ابن الله، عیسی ابن الله، بازو دیگه او خوب آدم میشه. نه، اول عقیده را جور بگو، عقیده توحید. دوم و هو محسن، نیکوکار باشد. محسن کی است؟ که به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی بکند. فله اجره، پس مر او را از پاداش او عند ربی نزد پروردگارش. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی بر بالایش باشد در روز واپسین و نه هم جگر خون می باشد. و قالت الیهود، و گفتن یهود، لیست النصارى علی شی، به چیزی از حق نصارا نیستند. و قالت النصارى، و گفتن نصارا، لیست الیهود علی شی، به چیزی از حق یهود نیست. و هم یتلون الکتاب، و اردویشان تلاوت میکنند کتاب الله را. و تورات رو دیگه انجیل دارد. در تورات و انجیل نامده که تو را کافر بگو او را کافر بگو. در تورات ای آمده که پیغمبر واپسین را قبول بگو، شریعت پسین را قبول بگو. ای بر ذکر شده بود. نباید یهود منکر حضرت عیسی علیه السلام می شدن، نباید منکر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می شدن، ولی اونا انکار کردن. این شکلش مسیحی ها آمدن گفتن که خوی پیغمبر می آید، اینی معجزاتش است، اینی دینش است، ما باید بپذیریم. پس آن که رسول الله آمد بردویش لازم بود که باید اقرار بکنن، ولی نکردن. کذالک امیرقم دعواهای پوچ و دعواهای خودخواهی. قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، گفتن آنانی که نمی دانن مانند سخن یهود و نصارا را. لا یعلمون، مشرکان هم میگه پرزدن. لا یعلمون مراد مشرکان است. مشرکان که هیچی را نمیفهمن، یعنی اقعه بیقل هستن که به سنگ و چوب گردن میگذارد. اونا هم گفتن که ما خوبترین مردم هستیم، ما جنت از آن ما هست. فالله یحکم بینهم، الله در روز قیامت فیصله میکنه میان ایشان. یحکم بینهم یوم القیامه، الله در روز قیامت فیصله میکنه در میانشان. فی ما کان و فی اختلفون، در آنچه که در آن اختلاف میکردن. گروهی از یهود و نصارا ارضویشان در مسجد نبوی آمدن. او طرف نصرانای نجران آمدن، این طرف یهود مدینه آمدن. این گفتگو که خیس، او گفت که تو خراب هستی، دیگهش گفت تو خراب هستی. پیامبر خدا علیه السلام گفت هر دوی تان خوب نیستن، تو خرافات شروع کردی، هم خرافات شروع کرد. بشین استاسا مسلمان را تسلی داده می رود و برش می که و من اظلم، کی ستمگارتر من از او انسانی که منع مساجد الله، منع بکنن مساجد الله را، ان یذکر فیها اسمه، یاد کرده شود در آن نام الله، و سعی فی خرابها، و تلاش میکنه در خرابی آن. از او انسان که ظالمتر کسی است؟ استفهام انکاری جواب در خود کلمه می باشد، یعنی به این معنا که از این که بدتر کسی است، میگه نه نه امی بدتر است، بدتر انسان امی است، دیگه از این که بدتر وجود ندارد. علت از این خرافات از کجا شروع می شود؟ از خاطر که مرکز توحید خراب می شود. مرکز توحید مسجد حرام است، در اینجا بت ها داخل شد. مرکز توحید که خراب شد، که وحدانیت الله است، باز خرافات داخل می شود.
یهود و نصارا توحید را از دست دادن، از این خاطر خراب شدن. مشرکین دین حضرت ابراهیم را اله کردن، از این خاطر خراب شدن. پس کی ستمگارتر ممن از او کسی که منع مساجد الله، منع بکنه مساجد الله را، ان یذکر فیها اسمه، یاد کرده شود در آن نام خدا، و سعی فی خرابه و تلاش میکند در خرابی آن. اولئک آن جماعه ما کان لهم، نمیسازد ایشان را ان یدخلوها، که داخل مساجد الله شود، الا خائفین، مگر به حراسان. کسی که این مسجد را تخریب میکنه نباید داخل مسجد برش جای داده شود. لهم فی الدنیا خزیون، آنانی که در من مساجد و خرابی مساجد تلاش میکند برشان رسوایی در دنیا است، ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، و در آخرت هم برشان عذاب دردناک است. ببینیم که یک طرف برای مسلمانان که ظالمتر انسان کی است که او نیست مگر او کسی که مساجد را منع میکند، از طرف دیگری برشان بشارت میدهد، بشارت غلبه را. اولائک همین مردمی که مساجد را خراب میکنه، منع میکنه از اینکه یاد خدا در او شود، نمیسازد برشان که داخل مساجد شود. یعنی برای مسلمانان که تو مسجد میگیری، مسجد حرام از تو است، تو در اوجا داخل میشی. بنان خودش نوعی از بشارتی بود که برای مسلمان ها داده شد، ان یدخلوها الا خائفین. در این نکته هم چند نکته در باب مساجد باید بگیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌داره که در آخر زمان مساجد زیبا می‌شود، مقبول می‌شود، زیاد می‌شود، ولی در اون مساجد یاد خدا کمتر می‌شود، جماعت کمتر می‌شود، و این چیز را ما شما مشاهده می‌کنیم. نکته دومی که به اعتداد برادرای ما که در مساجد خود مسئول می دانند، خود کلان می دانند، یا به تعبیر دیگر خود اهل شورای مسجد می دانند، اینی برادرای ما همیشه با دو گروه با تأسف در تضاد هستند. با دو گروه، یک گروهی که جوانای ما هستند به مساجد می آن، یکان با سرشغال مغال می کنند، سرت لو چاست، اینی رقم هستی، ما مردکت، اما دانت خو گنگ است که او کسی که در سر سرک است هیچ نماز نمیخونه. با او خو گفته نمیتونی بیا که نماز بخونه. او جوان ما که در مسجد آمد نماز میخونه، تو برش میگه سر چلار بچست، تو دین نمیفهمی، بگذار که نماز بخونه. عزیزم تشویقش بکو به خیر. چرا مردم را تهدید میکنی؟ این کار نارواست و خلاف دین است. در دین نگفته که حتما کلاه را سر بکو، حتما لنگی را سر بکو، بگذار که مردم نماز بخونه. او کسی که هیچ نماز نمیخونه، او را خود چیزی گفته نمیتونه. او کسی که خودش به نماز من تو را رد میکنی، این در حقیقت یعنی زیر همی آیت داخل است. کی ستمگارتر از او انسانه که مردم را از یاد خدا در مسجد منع میکنه؟ یک جوان میاد در مسجد تلاوت میکنه، نماز میخونه، چی میگه؟ برای که مسجد قلف میکنه. نکو قلف وطندار نماز میخونه، مردم قرآن تلاوت میکنه. ای به خادمای مفتخور است، یا به مؤذنین و ملایای مفتخور، که این اعتداد را به این شکل از مسجد منع میکنه. یک تعداد دیگری یا یک تعداد متقاعدین است با تعصب، در خانه اونا را کسی نمیماند، باید براین دیگر، باید در ایچی میاد، در مسجد میاد. در مسجد اطفال بیچاره را به درس نمیماند، بکشی نیاره، مسجد را چتل میکنه، مسجد را بی نماز میکنه، ده رقم گپ سری بی اطفال میزنند. باور بکن بسیار ظلم است. بگذارین که اطفال درس بخوانند، بگذارین که با مسجد مناسبت داشته باشد، آنست بگیرد. چی کردیم در اطفال دمام روز دشمنی رو شروع کردی؟ خب ما اطفال خدا درست تربیه نکردیم. صبح رفت از پیش ما کمانه شد، یا امروز میره سیکولر میشد. بگذار که در مسجد بوده باشه، زمینی خوب برش مساعد بکو، تشویقش بیشتر بکو، استازی خوب برش بگی. بنام این کار نکنیم، بگذار که مردم اطفالش در مسجد درس بخوانند، سبق بخوانند، تربیه شوند. مسجد مرکزی است که انسان ها را میسازد. پیغمبر خدا علیه السلام صحابه را در مسجد تربیت کرد، در پوانتونا تربیتش نکرد، در مکاتب تربیتش نکرد. مسجد جای تربیت است، بگذارین که تربیت شود. بین دیگه ای که مسجد به خاطر همی است که این دوی الحمل آبادترین مسجد درس ما شما میخوانیم. یک کسی بگه که ولی صاحب مسجد نباید باشه این رقم درس خانه، خیبری چی است؟ مسجد کلیسا نیست که نصیحت بکنه. مسجد محرابی است که جامعه را به طرف خوبی میکشاند، عقاید را اصلاح میکند، رواج ها را اصلاح میکند، روش را اصلاح میکند، سیاست را اصلاح میکند. مسجد است که قومنده در اختیار دارد،
نباید از پیش کسی گرفته شود و این ظلم است که با مسجد می شود. ظلم است. دیگر نکته ای که آنانی که در مسجد هستند، کلانای مسجد هستند، با علمایتان درگیر نشوین. ما تعجب میکنم، یکان برخندیم میگیرن. به سفیدا کل میگه این مسجد تو جور شاهای تو پاک شاه فلانه شاه دستانه شاه. و این مسجد کل خداماتش هم مسجد که مسجد خود سر امامت مسجد است. مسجد که مسجد شده خود به امامت مسجد است. امو روز امام از مسجد بکش و امام نداشته باشی، بهترین مسجد چی ارزشی دارد؟ بهترین مسجد داشته باشی و امام نداشته باشی، مسجد ارزش دارد؟ نه، هیچ ارزشی ندارد. مسجد خود به علما است. بنان علما را کوچک فکر نکنن، با علما احترام بگذارن، شخصیتشان محترم بشمارن، اونا را وقار و حیثیتشان را بشناسن. یک تعداد مسجدها عجیب مردمی هستن، یک امام میاره دیگه امام میکشه، تمام روز همی کار را شروع کردن. استغفرالله، کار نکنین پشت امام دیگه، تمام روز تبلیغات، تمام روز پشتش گپ بزن، چی میکنه و چی نمیکنه، چرا از کجا کرد از کجا نکرد. استغفرالله، یعنی ایمانتان را خراب نکنین. بارها ما بر دوستای خودی را میگم که کتو علما به بی ادبی نشینین، با علما احترام بگذارین. الله جل جلاله بیرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم الدرجات خيركم من تعلم القران وعلمه. بهترین مردم هم هستن، بدان هر قدر تکریمش کردین، عزتش کردین، به مو اندازه مساجد خوب نگاه میشود، خوب نگاه میشود. هر قدر پشت کسی زرابین گذاشت، یک نفر خوبم در دنیا پیدا نمیکنه. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، کارا نکنه. بناهن مساجد را بگذارن که آباد باشن. و نکته اخیری می که به یک امام 200 نفر را بشن و باشگو درس برش بده، او هم چقدر وقت دیگه کنیم سن؟ می شود خلاف میتود، خلاف عقل است. 5 سال برش روی می کنیم، ملاسا برش درس دادن نمی تارد. با چی می گه؟ 5 سال بچه خود روی کردن، دختر خود روی، یک قرآن خلاص نکرد. بله، قرآن خلاص نکرد به خاطر که تو 100 نفر 200 نفر را برشانده بودی. او نامش یاد نمی گیره، درس چی می کنی؟ تو مهربانی بکو، از خدا بترس، مامور هستی، معلم هستی، بهش امام بیا برش بگو که مولایی سر یک درس تو به ما داده بر که ما کلان هستیم، قرآن و حدیث و عقاید به ما درس بده، ای اطفال ما درس میدیم. قرار که در بیاین کسایی که خصوصا متقاعدین، 5 نفر اطفال برش داده از مولایی سر بگی، 10 نفر از مولایی سر بگی، آستایی که در قرآن برش تعلیم بده، بسیار زیبا برش تعلیم بده، امیر قم کتابای اخلاق برش تعلیم بده، تربیه را برش بتین. هر وقت باید مسجد مدرسه باشد، نه تنها صبحی، هر وقتی کسی خواسته باشد در مسجد باید درس باشد. این کاری است که ما با همه خود کرده میتونیم یک دیگر را تعاون بکنیم. معلم ما 1 ساعت خود به مسجد بده، ماموری ما 1 ساعت خود به مسجد بده، و هر کسی که میفهمد 4 نفر 5 نفر اطفال زیر تربیه خود قرار بده، ان شاء الله کلگی دین یاد میگیرد. خود ما باز یاد میگیریم و زیرا وادار ما مطالعه دین میشیم. ولله المشرق والمغرب، تسليب رسول الله صلى الله عليه وسلم تا و تسليب مسلمانایی که از مکه مهاجر شدن جای نداشتن، باش میگه که ولله المشرق والمغرب، مر الله را مشرق و مغرب است. فاینما تولوا، پس هر جایی که رو آورید، فسم وجه الله، پس همان جاست وجه الله، رضای الله جل جلاله، همو جاست قبول حکم خدا، هر جایی که رو بیاری. ان الله واسع و علیم، یقین الله وسیع الخیر و علیم به کل چیز است. مسلمان ها که آمدن، این آیت متعلق و متعلق به مساجد است. ولله، مر الله راست مشارق و مغارب، مشرق و مغرب، و در هر حساب مسجد برای تو است، جای نماز برای تو است، هر جایی که رو بیاری. فسم وجه الله، در همو جا رضای خداوند متعال است. یعنی آیت به ما چی تعلیم داد؟ مسلمان ها گفتن که ولی ما را از مسجد حرام دور کردن، چطور شود؟ الله گفت که مشرق و مغرب از آن توست. اگر کسی در مسجد اتار از منطقه بیرون کرد، از مسجد حرام بیرون کرد، خداوند متعال به واسطه بیرون کردن دو دنیا اسلام را داد، اسلام گسترش پیدا کرد. ان الله واسع، بشک الله واسع، واسع صفت الله جل جلاله است. و این کلمه 9 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده. امام قرطبی رحمت الله علیه تقریبا 5 نوع به او عنوان می دهد، یا 5 نوع معنا می کند.
میگه واسه به معنی واسعت آورنده بر بندگان در امور دین و در احکام آخرتشان. الله وسیع است، برنامه را الله میده. والله ان الله واسع، برنامه ها از آن الله است، او حکم صادر میکند، علیم دانا هم او است. دوم، صفت به اعتبار علم، یعنی الله وسیع العلم است. ان الله واسع علیم، الله وسیع العلم است، کل چیز را الله میداند، ذره ذره مطالب را الله درک میکند. و سوم معنا سخی است به اعتبار عطا و بخشش. ان الله واسع، الله فراخی والا است، الله سخی است، همه چیز برات میدهد، علیم داناست در عطایش. و پنجم، واسع به معنای فضل کننده است. ان الله واسع، الله فضل کننده است، فضل الله میدهد، علیم داناست که فضلش برای کی میدهد. و قال اتخذ الله ولد، و گفتند یهود و نصارا و جمعی از انسانهای دیگری بیدین و ناشناس خدا، اتخذ الله ولد، الله فرزند را گرفته است. سبحانه، الله پاک و منزه است از گرفتن فرزند. بل له ما فی السماوات والارض، مرگ الله راست، بلکه الله راست، آنچه که در آسمان ها و زمین است، کل له قانتون، همگی به الله چی هستند؟ فرمانگزار هستند و قانت هستند، عاجز هستند. و قالو، مشرکین عرب هم گفتن، نصرانی ها هم گفتن، و گوشه از یهود همی که برازدن، اتخذ الله ولد، الله فرزند را گرفته است. یک تعداد حضرت عیسی را برش کن. این طرف دیگه مشرکین عرب گفتن ملائکه دخترای خدا هستن، یک تعدادی را گفتن، یک تعداد دیگه جان خود ساخته رفتن دیگه، هر کس به تعبیر خودش. سبحانه، الله پاک است، منزه است از هر عیب و نقص، یک نقص همیست که الله فرزند پیدا بکنه، زیرا فرزند دلیل بر عجز است، دلیل بر ختم است، او میره دیگه که جانشینش میشود، معنای میره میده. و الله حی و قیوم است، نمیمیره، زنده جاوید است. دیگه که انسان ناتوان میشد، فرزند کمک میکند. توانایی دلیل بر ضعف است. بل له ما فی السماوات والارض، مر الله را مالکیت آسمان ها و زمین است، چه ضرورت دارد به یک فرزند؟ کل له قانتون، همه چیزی که در کائنات است، همش فرمان مردار به مر الله جل جلاله راست. کل له قانتون، قنوت به معنای طاعت، امگی الله جل جلاله را چی هستند؟ قانت هستند، فرمان بردار هستند. بنان ضرورت به کس دیگر نداره که بزرگ سرش حکومت بکنه، بچه نیابت بکند. بدیع السماوات والارض، آفریدگار آسمان ها و زمین است. بدیع به معنای موجود علی غیر مثال، چیزی را پیدا میکنه که قبلا مثالش نباشه. بدیع السماوات والارض، پیدا کننده و خالق آسمان ها و زمین است، پیش از اینکه دیگه کدام کسی نمونیش نداده. و اذا قضا امرا، هرگاه فیصله بکند کاری را، فانما جزی نیست که یقول، میگوید له به مشی کن شو فیکونی میشود. الله اتو قادر است، مالک آسمان ها و زمین است، که هر گو چیزی را بخواهد پیدا بکند برش میگه شو میشود. ای کن فیکون را به خاطر تعبیر ما کرده، ورنه خداوند متعال بهمی امرم ضرورت ندارد، اراده بکند میشود، با گفتنم نه، اراده بکند میشود. الله قادر است، الله عزیز است. و قال الذین لا یعلمون، گفتن آنانی که هیچ نمی دانند، لولا یکلمون الله او تأتین آیه، چرا الله با ما سخن نمی گوید؟ او تأتین آیه، چرا نشانی ها را به عظمت خود با ما پیدا نمی کنند مثل که ما می خواهیم؟ کذالک قال الذین من قبلهم، همی رقم آنانی که پیش از زمان تو بوده پیغمبر چون این سخن ها را گفتن. پیغمبر ما علیه السلام مبعوث که شده به خاطر اینکه رابطه ما را با خدای ما، با خود ما و با جامعه ما تنظیم بکند. رابطه های سگانه که جور شد، دنیا را ما شما باید به عمل خود جور بکنه. این مردم بیعقل، اینا نفهمیدن که معجزات چی است. اینا فکر کردن که معجزه، مشرکا و مردم های نافهم،
اینا به رسول الله صلی الله علیه و سلم بار بار قرآن موضوع را یاداشت میدهد. اینا همی را میگفتن. یک دفعه میگفتن که چه میشود که به ما قرآن کریم در الواح بسیار خوب و زیبا و چی و چی همه تو پایین شود و ما را ببینیم؟ چرا همه تو نمیشود؟ یک تعداد همی رقم میگفتن که این کور کلش بر ما طلا بساز. یک تعداد میگفتن که ولی تو خونه میشود دیگه. ما همی پدرم پدر کلان و فلانه یک کسی 20 پشت او طرف نامش شنید اما که زنده شد یک بار ببینیمش که چی رقم است. این رقم سوال احمقانه را مطرح میکردن. الله جل جلاله به این سوال بیخرد جواب میداد که تسلی به رسول الله میده که خیر از جامعه نارس است، پیامت را دقیق گرفته نمیتوند، وقت تا ضرورت دارد و باز آستا آستا مردم جور میشود. و قال الذین و گفتن آنانی که لا یعلمون نمیدانند لولا یکلمون الله، چرا الله به ما سخن نمیگه؟ یک نفر ابو جل لعین میگه که چرا با ما خدا سخن نمیگه؟ ما از محمد کرده زیاد پیسه دار هستم، کلان قوم هستم، اینی هستم اینی هستم، کده ما سخن نمیگه کده زی سخن میگه؟ او تأتین آیه، یا چرا یک نشانی را که ما دلیل بری بودش که امین محمد پیغمبر خداست باید بیارد. یه قرآن که نشانی بود در نظر نمیگیرد، یه صحت فکر را در نظر نمیگیرد، پیام رسا را در نظر نمیگیرد. کذالک قال الذین من قبلهم، امین تاور گفتن آنانی که پیش از ایشان بودن، مثل قولهم، مانند سخن ایشان، تشابهت قلوبهم، دلها و افکارشان مشابهت. مشرک در طول تاریخ یک رقم فکر دارد. قد بینا الآیات، مسلما ما واضح بیان کردیم آیات را در کل کائنات لقوم یوقنون، برای گروهی که اهل باور هستند. ما کل کائنات را دلیل بر وحدانیت خدا آوردیم. کسی که ببیند برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. امیر متوجه مش کب خلاص است. از این خاطر است که یک نفر آمده بود به چی گفته بود با یک چوپان او در راتل برش گفت که تو خدا را مشناسی؟ گفت بله. گفت چطور خدا را مشناسی؟ یک بار دست کرد یک پشقل گرفت، یه برش گفت که این چیست؟ گفت پشقل است. گفت دلیل بر چیست؟ گفت دلیل بر اینست که گوسفند در اینجا است. باز برش خوب سرطه را در سر زده بود، گفت این سرطه هم دلیل است که خدا است. گفت تو یک قبی عقل هستی؟ پشقل دلیل می شود بر گوسفند؟ این وجود خودت، این کل کائنات دلیل بر الله نیست؟ تو این اقه کوده دست بلد ضرورت داری دیگه، باز رخصتش کرده. و واقعا بهترین گپ است که این رقم احمقا هست وجود دارن که کجاست خدا؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا مسلما، ای پیغمبر. چی تسلی برش می دهد؟ می بینه قرآن بر پیغمبر تسلی می دهد. انا ارسلناک، ما تو را فرستادیم، تو را خو یک قوم نفرستاده، تو را خو بشر نفرستاده، تو را خو امپراتور نفرستاده. انا ارسلنا، ما که مالک آسمان ها و زمین هستیم تو را فرستادیم. بالحق براسی فرستادیم، این به مذاق نیست. بالحق بشیرا و نذیرا، مجددهنده و ترساننده، مجددهنده و ترساننده تو را فرستادیم. یک حدیثی داریم امام احمد رحمت الله علیه از عطا ابن یسار رضی الله عنه روایت میکنه، از حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص از جمله صحابه جوان است. این مبارک کسی بود که امی کتابای اهل کتاب خوانده، خوب علم داشت درباره اهل کتاب. عطا ابن یسار میگه ما برش گفتم که عمرو ابن العاص که اخبرنی عن صفت رسول صلی الله علیه و سلم فی التورات، و ما خبر بده که پیغمبر خدا را تورات چطور معرفی کرده؟ که بعد در ما گفت که فقال اجل بلی والله انه لموصوف فی التورات بصفت القرآن، پیغمبر در تورات اما تو موصوف است مثل که در قرآن صفتش کرده. بعد خواندی را که یا ایها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
ای پیغمبر تو را فرستادیم به حیث شاهد بر کل جامعه بشری و مبشرن مجددهنده به هر کسی که اطاعت تو را بکنند به جنت و کامیابی و نذیرن و ترساننده به هر کسی که مخالفت امر تو را بکنند و حرزن للامیین وسیله نگهداشت برای مردم عرب و انت عبدی و رسولی تو بندیم استی و تو فرستادیم استی سمیتو که المتوکل سر مسما ساختیم به متوکل لا فظن ولا غلیظ ترشروی و سخت دلم نیستی ولا سخابم فی الاسواق اسی بی جای در بازارها چکرم نمیزنی ولا یدفع سیئه بسیئه بدی را به بدی جواب نمیدهی ولیکن یعفو و یغفر میبخشی و در میگذری ولن یقبضه ما تو را قبض نمی کنیم حتی یقیم به الملت العوجا تا که ملت کج را راست بکنی تا وقت تو را قبض روح هم نمی کنیم و بی ان یقولو لا اله الا الله فیفتح به اعیونا عمیا تا که مردم بگن لا اله الا الله و چشمای کورشان بنا شود و آذانا صما و گوشای کرشان بشنود و قلوبن غلفن و دلهایی که پرده داره او پرده ها زدوده شد تا به او وقت را قبض رو هم نمی کنیم. این صفتی بود که ایجا میگه اینا ارسلنا ای پیغمبر ما تو را فرستادیم بالحق براستی بشیرن مجددهنده و نذیرن ترساننده ولا تسألو عن اصحاب الجحیم. ما پرس از انکار از اصحاب که صاحبای آتش هستن، از اونا دیگه ما پرس. تو را به انت یک عنوان رایی کردیم ولا تسألو عن اصحاب الجحیم، پرسیده نمی شوی از آنانی که اهل آتش هستن. ولا تسألو برفع بیست که لا نافیه است و بعض علمایی را بجزم خوانده که لای ناهیه است بیتا بکه ولا تسأل ما پرس عن اصحاب الجحیم آنان که اهل آتش هستن. ولا تسألو از تو پرسان نمی شود عن اصحاب الجحیم از آنان که با آتش دوزخ سر و کار دارن، از تو یه بارم پرسان نمی شود. ولن ترضى عنك اليهود، قرآن کریم آیسته آیسته مطالب خود جمع میکنم، بسیار زیاد در باب اهل کتاب با ما شما تفصیل داد، نتایج عالی میدهد. ولن ترضى هرگز راضی نمی شود عنک از تو ای پیغمبر، عنک از تو ای کسی که قرآن پیش روی تو است، خواب خطاب بگیریم از هیچ مسلمانی که با قرآن سر و کار دارد. لن ترضى، لن ناسبه بر فعل مضارع که داخل شود چی را میده؟ استمرار، یعنی قطع نیست. ولن ترضى در طول زمان تا به روز قیامت راضی نمی شود از تو ای مسلمان الیهود و النصارى، نه یهود و نصارى، حتی تتبع ملتهم، تا اینکه تو پیروی بکنی کیش از اونها را. یعنی یک وقت میشه که یهود و نصارى شما راضی شد که تو برش صلیب شد در گردن پرتی، دیگر راضی از تو نمی شود هیچگاه. قل بگو ای پیغمبر. خب اینجا یک نکته دیگه هم هست که از تو راضی نمی شود مگر اینکه تو کیش و عقیده اونها را بپذیری. از نصرانی ها فهمی عقیدش که برو برد غسل عمودیه برد می تا سر خود هوا پرت و مسیحیستی. هرچی یهود است اونا کسی را داخل دینش نمی ماند. خیلی یهود به چی راضی می شود؟ تا ای که تو غلامیش بکنی و عادات یهودیت را در وجودت بیاری. عادات یهودیت چی هستند؟ فسق، فجور، ظلم، بد اخلاقی. کل افلام شما در دنیا ببینین کسایی که ایرا تمویل میکنه، کسایی که ایرا پیشکش میکنه یهود هستن. اینا در بی اخلاقی جامعه بشری دست بالا دارن. هرگاه این کارا را کرده مثل تلویزیون طلوع واره و تلویزیون های مبتذل افغانستان واره، بس دیگه دوست یهود هستی و کلش اینا حمایت میکنه و کلشان پول میده و کلشان سپورت میشان از طریق اینمی کارا بکو، باز میگه خدا کنه که 10,000 دفعه لا اله الا الله میگه گفته برو دیگه از تو راضی است. هر قدر که برش به سیکولری دعوت بکنی از تو راضی میشود. هر گاه گفت که نه من مسلمان هستم از پیش راضی نمیشود، این ناممکن است. قل بگو ای پیغمبر ان هدی الله هو الهدی،
بگو هدایت تنها هدایت الهی است. ان هدى الله، دین الله هو الهدى، یگانه راه هدایت است. دین الله یگانه راه هدایت است، یگانه راه شناخت است. ولئن اتبعت، اگر پیروی کردی، ولئن اتبعت اهواءهم، اگر میلان کردی به پیروی خواسته های شوم یهود و نصارا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از که بر تو دلایل روشنی از قرآن در پیش رویت گذاشته شد، ما لک من الله، نیست تو را از عذاب خداوند متعال، من ولیین، کدام دوستی، ولا نصیر، نه مددگاری. اگر متوجه نشدی به این نکات، این گپای عادی نبود ای پیغمبر. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر خواسته های یهود و نصارا را پیروی کردی و بر دول از اونها رقصیدی و برش گفتی که بله صحیح شده ای مسلمان، اما تو میکنم صحیح، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه به تو علم روشنی از قرآن داده شد که برد گفت که اینا دشمنان تو هستن، اینا از تو راضی نمیشود، و باز هم این نص قرآن را نادیده بگیری و با گپ خودت دلیل جور بکنی، ما لک، نیست تو را من الله، ای من عذاب الله، از عذاب خداوند متعال، من ولین، هیچ دوست. هیچ دوست یعنی معنا چی؟ صد سال بعد خود میمور یا نمیمور؟ همین کسی که با یهود و نصارا دوستی میکنه صد سال بعد میمور یا نمیمور؟ قطعا میمور، قطعا میمور. الله میگه که دوجه باز دوست در قبرت نیست که حمایتت بکنه، ولا نصیر، نمددگار. باز نمیشه که از نکیرند خلاص شوی، از عذاب الله خلاص شوی، باز میمونده، باید جواب بگوی. الذین آتیناهم الکتاب، آنانی که داده شده ایشان را کتاب، یتلونه، میخواند، حق تلاوته، براست تلاوت آن، اولئک یؤمنون به، او گروه خامخا ایمان به قرآن میارد. الذین آتیناهم الکتاب، او یهود نصارا اهل کتابی که تورات را توری که است امور تلاوت بکنند. صفات رسول الله در اوجا است. بیشتر حدیثی که عبدالله ابن عمرو ابن العاص خواند، او را بر شما تلاوت کرد، نقطه نقطه رسول الله صفاتش در اوجا بود. بنان حق تلاوت، براست خواندن آن، یعنی راست خواندن نیست که تو خودت تسلیم به کتاب بکنی. تفاوت میکنه عزیزا، یک نفری است که خدا به کتاب خدا تسلیم میکنه، خدا چی میگه اما تو خدا میسازه. یک تعدادی است که خدا به خدا تسلیم نمیکنه، بلکه کتاب به خود تسلیم میکنه که به دل خود رقم کیو را تعبیر کرد، رقم کیو را شاپ برپا. اولائک، این می جماعه که راست تلاوت ادیان گذشته را میکند، یؤمنون به، خامها به قرآن ایمان میرند، و من یکفر به فاولائک هم الخاسرون، هر کی کافر شود به قرآن پس آن جماعه جماعه تاوانی هستند، او گروه گروه تاوانی هستند. باز در اینجا دلیل بر چی است؟ به کامیابی و غلبه مسلمانان. چه وقتی یک انسان زیانکار می شود؟ وقتی که قدرت را از دست بده. مسلمان قدرت دارد، غیر خدا برش می ده، و آنانی که خلاف قرآن زندگی میکند خامخا توان میکند. یا بنی اسرائیل، ای اولاد یعقوب، اذکر و یاد بکر نعمت احسان مرا، التي انعمت علیکم، که احسان کردم بر بالای شما، احسان و نعمت مرا یاد بکنید، و انی فضلتکم علی العالمین، و یقینا ما برتری دادم شما را به عالم زمانتان، به عالم زمانتان برتری بر دادم، تا که پیروی بکن آخرین پیغمبر را، اگر این کار کردن فضیلتتان میباند. و تقو، بترسید، یومن، از روزی که، لا تجزی نفس عن نفس، مجازات نمیشود کسی بجای کسی دیگری، نفس عن نفس، شیئن، چیزی، ولا یقبلو، و قبول نمیشود منها از این شخصی که جنایت کرده و ظلم کرده، عدل فدیه، ولا تنفعها شفاعت، و نفع نرساند برای نجاتش شفاعت سفارشی، ولا هم ینصرون، و نه هم مدد کرده شوند. این آیت ها را تا ایجا که بر ما شما داد چند پیام مشخصی در این آیت، یعنی از آیه 106 الى 123، اولیش ایست که ثبوت نسخ در قرآن کریم و احکام شرعیت ای از طرف الله جل جلاله بر ما شما ثابت شده به نسخ قرآن کریم، و برای از این نسخه باید تسلیم بوده باشیم، و تحذیر از این که مسلمان سخنای را بگوید، کلمات را بگوید که با واسطه از او پیغمبر خدا را خفه کند و
واسطه از او الله را خفه بکنه، با واسطه از او دوستای الله را خفه بکنه. از این رقم سخنها و از این رقم عادات باید کنار بکشد خود را. نکته دوم، عداوت و دشمنی با یهود و نصارا یک موضوع واضح و روشنی است. ناممکن است که این موضوع را ما با سیاست‌های امروز او را حل بکنیم. قرآن این موضوع را بر ما شما گفته و ناممکن است که این موضوع را تنها به افغانستان در گرو ببینیم. ما روابط دیگه ایم داریم و نمیتونیم این را نادیده گرفته و ما تو خفاشانه حرکت بکنیم. در پهلوی از اینکه وقت دشمنی عنوان می شود، از مسلمان می خواد که باید اعداد داشته باشد، آمادگی و مقابله داشته باشد، توانمندی در وجود خود پیدا بکند. ایتو نمیشه که دشمن داری خود قرار کرده برش خواه میکنی و در پوزت میزند دیگر. تو من حیث مسلمان با پایش استاده شد و حرکت باید داشته باشید. نکته دیگری که حرمت تعدی بر مساجد و وجوب حمایت مساجد، این مطالب بود که در این آیت با ما داده شد. حرمت مساجد را نگاه بکنید و حمایت بکنید مساجد را، به حضورتان، به مصارفتان. ایتون کوشش نکنید که همیشه امام بر بگه که ولی گروپ تکید است. دخانید که گروپ بتکه بر تو کسی نگوید. نمیگرد بر. داخل مسجد که چودی گیری یک جای خراب، فورا خودت برو بخر. از خانید که در گرامیش بدار. همیشه یک خانید که خلاص میشه با یک سال بعد با رنگ روغنش بکن. ضرور نیست که بر تو کسی بگوید. این مسجد را از خانید ارزش بیشتر بده. آنچه که در توان داری مصرفش بکن. یگان بار ولو که رئیس هستی، ولو که کلان آدم هستی، ولو که آجی هستی، به خاطر خدا بیا داخل مسجد پیش و مسجد را خوب سه جارو بکن تا گرد مسجد سر بشینه الله تو را ببخشد. جای غلط را دیدی در مسجد پاکش بکن. کوشش بکن در مسجد کار بکن که خودت از اهل مسجد حساب شد. این نکته به ما که آیات متبرکه داد. احاطه علم الله جل جلاله به تمام گیتی، به تمام نظام. الله بی خبر نیست. الله بی خبر نیست. در دلت چیزی بگردد، الله به او علم دارد. در دلت بگردد، این چیزی را بگذار که ظاهر شود از انسانی. وجوب ذکر نعمت‌های الله جل جلاله. این ضرور وجوب گفتن نعمت‌های الله که الله بر کرده. چی نعمت‌ها بر ترزانی کرده؟ و را تذکر بده. فاما به نعمت ربک فحدث. الله که بر نعمت‌ها داره، او را بازگو بکن تا وسیله شکر بر پیدا شود. گفتن زیاد زمینه برای شکر مساعد میکند. و ششمی که نجات از عذاب الله جل جلاله در اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر کس که میخواد عذاب خدا نجات پیدا بکنه، اتباع از کتاب و سنت بکنه. این دو مصدری است که نجات دهنده است. لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. هرگاه به دو چیز چنگ زدین گمراه نمیشین. برادر یاد نظر فرما که این میهن چی می خواهد، زی فکری تو چی می جوید، زی طبعی من چی می خواهد. برادر یاد نظر فرما که این میهن چی می خواهد، زی فکری تو چی می جوید، زی طبعی من چی می خواهد. در این کشور بفردائی منو تو جانم بینم، نگاه کن عزیزی من، زی ما دشمن چی می خواهد. در این کشور بفردائی منو تو جانم بینم، نگاه کن عزیزی من، زی ما دشمن چی می خواهد. برادر یاد نظر فرما که این میهن چی می خواهد، زی فکری تو چی می جوید، زی طبعی من چی می خواهد. برادر یاد نظر فرما که این میهن چی می خواهد، زی فکری تو چی می جوید، زی طبعی من چی می خواهد. میانی مشتی دیناره ما
رجو رمزی سعادت را کلاش ارجب و دوش. مؤسسه هنری پیمان فیلم، مرکز تولید فیلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان. انتشارات سید جمال الدین افغانی، مرکز فروش محصولات پیمان فیلم. دکتر محمد ایاز نیازی، استاد عبدالظاهر داعی، استاد عبدالسلام عابد، استاد نورالله کوثر، قاری مجیب الرحمن انصاری، شیخ محمد صالح پردل، مولوی عبدالعلی خیرشاهی، مولوی عبدالقاهر ابوالاسرار، مولوی ابو عبید الله متوکل. که تمامی این موضوعات را شما می توانید از مرکز فروشات ما، انتشارات سید جمال الدین افغانی، کارت 4، عروج کامپیوتر پلازا، منزل تحتانی، دکان شماره 4 به دست بیاورید. Yeah.